اینجا در پایتخت مسئولان وزارت‌های سکتوری، مقام‌های بلندپایه حکومتی و برخی بازرگانان و صنعتکاران افغان در محفل امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک ملی افغان و مجمع صنعتکاران پایتخت گرد هم آمدند تا خواسته‌ها و گفتنه‌هایشان را در این زمینه ابراز بدارند. با این حال وزیر اقتصاد کشور هشدار می‌دهد تا زمانی که در مورد صنعت و تولیدات داخلی افغانستان توجه جدی نشود، این کشور همچنان مصرفی باقی خواهد ماند. و یگانه راهی که ما برای بتوانیم بیلانس تجارت افغانستان به جهت مثبت ما تغییر بدهیم، اینمی کار امروز، قدم امروز و تصمیم امروز کار مهم و حیاتی است. و ما از رهبری بانک ملی افغانستان خواهش میکنم که نه تنها امکانات فراهم بکنند به شرکت های به متشبثین افغانستان، بلکه مشوره های تکنیکی را فراهم بسازند، بلکه در تفتیش یا عادت نمایندهاشان روان بکنند، کوشش کنند که سیستم تفتیش و عادت طوری باشه که وقت ها برای بانک معلوم شود. گفته می شود همکنون در میان دیگر بخش ها سکتور صنعت بنابر عدم توجه حکومت تا یک دهه گذشته یکی از محروم ترین بخش باقی مانده است. از این رو مسئولان بانک مرکزی افغانستان تاکید دارند این عامل باعث شده تا هنوز هم کشور متکی به واردات باشد. نوی توقع دادن چی اختصاصی صنعتی بانکونه راشیدی مملکت ده ترسو دغه صنعت او یا دغه برخه دغه هواد دغه لاري وده وکړی شي. دا صنعتی بانکونه گرچه گد محال پروژه ده، اما د زمونږ مورته پر امید او خلک مورته سترګې په لار دي. موجوده بانکونه هم تقاضا داده، توقع داده چې صنعت تنه په دې رشد نشي کولای چې مونږه هغه قرضې شرایط چې عمومي با تجارتی قرضو د پارالور په صنعت باندې تطبیق کو. با این همه مسئولان مجمع صنعتکاران کابل هرچند امضای تفاهمنامه همکاری با بانک ملی افغان را در راستای رشد صنعت موثر میداند، اما از بی‌توجهی حکومت در این زمینه به شدت نگرانی دارند. جمله مشکلاتی که هست، یکیش منابع پولی بود که صنعتکارای ما بی نهایت دچار مشکل هستند و مشکلی از اینام بازم علل و عواملش برمیگرده به دولت، برای از اینکه دولت یک حمایت قابل ملاحظه از صنعتکار و صنایع تولیدی ندارند. ما به می تفاهم امرای رئیس صاحب صنعتکاران رسیدیم که صنعتکاران ما از بابات راپورهای مالی خود با کمپینی های بزرگ و معتبری که در بانک مرکزی ثبت از اونها تفتیش میکنند و به اساس می راپورهای مالی به اساس از این بزنس پلان بانک همراهشان همکاری می نماید. به گفته مسئولان در حال حاضر بنابر نبود تولیدات داخلی واردات کشور را 7.7 میلیارد دلار تشکیل می دهد، ولی صادرات آن 570 میلیون می باشد.